به نام خداوند بخشاینده و مهربان و با عرض سلام خدمت شما بینندگان محترم برنامه کتاب. به یک دیگری از برنامه های کتاب از تلویزیون جهانی هلال خوش آمدین. امیدوار هستم هفته گذشت به خیر و عافیت سپری شده باشد. در برنامه امروز ما طبق معمول جوان مستعد کتابخوان و نویسنده را با خود دعوت کردیم و از ایشان سوالات و پرسش های داریم. سایر موضوعات و جزئیات را از زبان خود ایشان میشنویم. جناب اکبری صاحب خوش آمدید برنامه. و علیکم سلام، خوش باشی شما. به نام خداوند جان و خرد گزین برتر اندیشه بر نگذرد. خداوند نام خداوند جای خداوند روز دی رهنمای. سلام استاد، سلام بر شما، بر همکاران عزیز شما و بر بینندگان و همتنان عزیز که در پشت پرده های تلویزیون ما را تماشا میکنند. سلامت باشین افضلی صاحب عزیز. میشه که به طور مختصر خود معرفی کنین؟ اسم شهرام افضلی هستم، باشنده شهر کابل، از ولایت کابل، ولسوالی میربچکوت و یک تن از شاعران و نویسندگان کوچک کشور و مؤلف پنج کتاب در عرصه های مختلف می باشم. سلامت باشین افضلی صاحب عزیز، لطف کردین که برنامه تشریف آوردین. جناب افضلی صاحب، پرسش های ما را از اینجا آغاز می کنیم که کدام عوامل و انگیزه باعث شد که شما به نویسندگی روی آوردین؟ اولتر از همه خو همین تشویق والدین، کمک همکاری والدین در رسه تعلیم و تربیه، در رسه علم و دانش باعث شد که من به نویسندگی و شاعری رو بیاورم. اولتر از همه پدر مادرم کوشش کرد تا من و شمال مکتب سازن، علاقه مفرد و بسیار زیاده که بلم دانش و کتاب داشتم، ما را در سن 6 سالگی به مکتب شامل کردن. بعد از اینکه به مکتب شامل شدم، من تا آیسته آیسته در درس ها پیشی گرفتم و توانستم از خود یک استعداد و نبوغ خوبتر در درس ها در مکاتب نشان بدهم. بالاخره تا بعد اینجا رسید که استعداد خداوندی شد، با فضل کرم الهی خواستم که می فرهنگ مطالعه را، فرهنگ کتاب در کشور رایج بتم و جوانان، چون دیدم جوانان از راه بیراه شدین و به سوی کتاب و مطالعه قدر توجه ندارن، خواستم که کتاب هایی را برشان تقدیم بدارم تا از این طریق بتانن که هم علم دانش فرا بگیرن و هم بتانن که یک مظهر خدمت در جامعه شوند. به این خاطر چند کتاب در عناوین مختلف ما به چاپ رساندم. کتاب ها را حجمش کم ساختم چون جوانان بتانن به زودی آن را بخوانن و زود مفاهیم آن را درک کرده بتوانن و زود از نتایجش به دست آورده بتوانن که موضوعاتش از چی قبیل است. به این خاطر شروع به نوشتن کتاب کردم که در سال 1394 اولین کتابم تحت ترانه های بهترین بود که کتاب افضلی عزیز، قبل از اینکه وارد بحث معرفی کتاب ها و آثار و مقالات شما شویم، شما میفهمین که بدون کتاب و مطالعه و بدون آگاهی قبلی و ذخیره لغات نمیتونه یک انسان نویسنده شد. در واقع این مطالعه است و آمادگی قبلی ذخیره لغات است که انسان را وادار به نوشتن و تحریر یک کتاب، مقاله یا کتاب میسازد. شما چقدر رابطه تان با کتاب نزدیک است؟ یعنی روزانه در ماه، در سال چقدر شما کتاب میخوانید؟ علم کس می علم ذاتی یا استعداد ذاتی کس دو نوع است. می علم خودش دو نوع است که یکی ذاتی به شخص منتقل میشه که میتونه از پدر و به عرص میرسه و از فضل الهی که توسط از او میتونه استعدادهای بسیار جالبی را به مردم به عرض برسونه، و یکی دیگه هم است که از طریق مطالعه، از طریق علم دانش، درس خواندن، مدرسه رفتن و نزد استادای بزرگ درس خواندن، کسب کردن علم باشه که هم او شما فرا گرفتم، هم علم عرصیش فرا گرفتم. علم عرصیش هم از پدر برمان که پدر مادرم کوشش کردن مرد در دست تعلیم بمونن و در دست تعلیم که شامل شدم، قبل از اینکه علم و مطالعه را بخورم از اول استعداد داشتم، از اول تشویق شدم و از اول توانستم که استعدادهای خود به عرض برسانم، توانستم که دمی اوائل در سار خوب یاد بگیرم و در مطالعه بپردازم. باز بعد از او علم های زیاد را مطالعه کردم، باز در علم شاعری مرا زیاد خوشم آمد چون علم اولیاء کرام می باشه و یکی از علم های بسیار معتبر می باشه که از این طریق مردم وقت مثلا اخلاق، فلسفه را، علم و عقیده را از این طریق با مردم برز برسونی، زود مردم تحت تاثیر مردم، زود مردم تحت تاثیر قرار میگیره و زود مردم آن را میپذیرن و مورد انگیزه اخلاقی خود، فلسفی خود قرار بدهند. باز بعد این منظور من علم انتخاب کردم و دیدم که علم اولیاء کرام هم از زندگی نامه بعضی از انسانای نیک، شاعران و نویسندگان که مطالعه کردم، دیدم که علم بسیار با آنها تاثیر گذاشته و بسیار آنها را نزد مردم عزیز ساخت و بسیار یک علمی است که توانست آنها را مظهر خدمت ساخته و تمام جهانیان را این علم در لرزه در آورد که توانستن از این علم مفید های بسیار را ببرن و مردم نیز علم و سودمند برسانن. و این خاطر ما کتاب های شعران، نویسندگان، کتاب های فرهنگ ها، لغت ها را مطالعه کردم تا بالاخره
با کتاب رو آوردم و نوشتن کتاب آغاز کردم و به اینجا رسیدم. مهمترین انگیزه ای که باعث شد که شما به شعر و شاعری روی برین و بتونین که پیامتون در قالب ادبیات بر مردم برسونین چی بود؟ مهمترین انگیزش اولتر از همه خود تشویق پدر مادر است. بعد از او چند کتاب خصوصا از کتاب زندگی نامه استاد خلیل الله خلیلی را مطالعه کردم. دیدم که یک انگیزه بسیار جالب به من داد. دیدم که شعر و شاعری بسیار یک چیز لام بخش، یک چیز بسیار زیبا و علم کلام الهی می باشد که از این طریق میتون کلام پروردگار و احادیث نبی را به شعر تقدیم کرد و میتون مردم و جامعه را اصلاح کرد، اخلاقشان را منظم کرد. به این خاطر زمین کتابای نویسندگان و شعرا را که مطالعه کردم، همی انگیزه باعث شد که من به نویسندگی رو بیاورم. و همچون عبادات طاعت که انجام دادم، در عبادات طاعت یک نوع رقت قلب، یک نوع نرمی قلب، یک نوع زیبایی به من رخ داد که اولین شعر خود را نوشته کردم. بعد از اون شعر که نوشته کردم گفتم البته بهترین علم همی از مامی علم ادامه میتم. اون شعر که نوشته کردم باز بعد آن همه تو در بادا در زیادتر وقت در تهجد در وقت که خواب میشدم الهامی بدون از اینکه من فکر کنم یا کدام کتاب مطالعه کنم الهامی با من شعر میامد و اون شعر را من نوشته میکردم. چند دفعه نوشته کردم بالاخره به کتاب تبدیل شد. اون کتاب که تبدیل شد باز بعد از او گفتم علم شعر چی است، باید دی بارم تحقیق کنم. تحقیق کردم فهمیدم یه علم بسیار زیباست، باز با قصاید مختلف و غزلیات باز با شعر خود به انواع مختلف تبدیل کردم و گسترش دادم، مطالعه بیشتر کردم. بعد از اینکه در عرصه شعر و شاعری به مطالعه پرداختین، چی آثار و کتابهایی را شما در قالب شعر به تحریر درآوردین؟ چی کتابهایی را نوشته کردین؟ البته تمام فعالیت ها و آثار و نوشته هایتان در قالب ادبیات شعر و نظم است یا اینکه نثر هم نوشته کردین؟ نه، تمامش در لحاظ شعر می باشه و بعض جملات و کلمات ما هست که از لحاظ جمله بیان شده و از لحاظ گفتاری بیان شده، از لحاظ نویسندگی بیان شده که بعض مردم به شعر قدر خانه مطالعه ندارن، به شعر قدر تحقیق ندارن، بعض اشعار نمی فهمن که چی مفهوم داره، چون شعر خیال شاعر می باشه. به می خاطر خیال شاعر بعض کسا درک کردن نمی تونه که در چی رابطه است. به می خاطر باز من بعض مقالات نوشته کردم. مثلا کتاب اسلامی کنفرمیشن مکس مقالات از به زبان انگلیسی، کسایی که در انگلیسی خانه مطالعه دارن یا انگلیسی رو بلد هستن دسترسی دارن، میتونن نشته کنن بخونن یا بنویسن. این کتاب برش نشته کنم تا از این طریق بتونن انگلیسی خودم منکشاف بتن و مقالات اسلامی رو بفهمن. و همچنان ایران به کسای آنه در کسایی که اصلا معلومات ندارن، ایمان ندارن به اسلام، نیز نشته کدام اگه با درساز علاقمندان قرار بگیره دمی کمپای خارجی ها یا جایی که انسان های دیگه خارجی زندگی میکنن، این کتاب مطالعه کردن تا اسلام مفید، اسلام بهره ببرن، دین اسلام رو بشناسن که دین حق فقط دین اسلام میباشد. سلامت باشین افضلی عزیز. کتاب هایی که شما نوشته کردین و را مشاهده کردیم که پند بر جوانان، احادیث و تعالیم قرآنی، ترانه های بهترین، جنگ افغانستان و منافع دشمنان، اینه در واقع شما روی موضوعات و مسائل مختلفی در قالب شعر پرداختین. کتاب پند جوانان شما شامل چی موضوعات میشه؟ شما چی خواستین که در این کتاب پندی به جوانان، برای نسل جوان چی پیام میدارین در این کتاب؟ در دوران مکتب که بودم یا در دوران در مکتب که همراهی انسیفیا سرکار داشتم، تجربه بلی. زیادی دیدم، جوانان شناختم، نوجوانان که در چی را می روند، رایشان چیست، هدفشان چیست، داینده می خواهند چی شوند، چی را مطالعه می کنند و می خواهند چه قسم کشور خدا نجات بتن. دیدم که اصلا درست نیست و توسوی منظم وجود ندارد. یعنی مسیری که جوانان روان هستند در واقع در مسیر غلط هستند، در مسیر غلط غلط روان هستند. بس من تصمیم گرفتم کتاب نشته کنم که پند بر آنها باشه، به طور حجم کم نشته کردم که زودی را بخوانند، زود تحت تاثیر اشعار قرار بگیرن تا بتوانن مصدر خدمت هم شوند، خودشان هم به یک مقدمه شوند به مطالعه دیگر کتاب ها یا به یک کوشش دیگر. مثلا این کتاب اگر مطالعه کردن با سعی تلاش ورزن که خودشان دیگر کتاب ها را مطالعه کنن و اساسا به علم دانش رو بیارن، خودشان هم از خود یک اثر بگذارن و یا کارهای فرنگی دیگر خودشان نیز انجام بدهن. احادیث و تعالیم قرآنی تان کتاب خیلی زیبایی است. در این کتاب شما چی موضوعات را پرداختین؟ در واقع اندیشه اسلامی یا ایدئولوژی اسلامی خب بحث بسیار گسترده و وسیع است و شما به کدام موضوعات و مسائل حدیث و تعالیم قرآنی پرداختین؟ بحث اسلامی که است یک بحث بسیار بزرگ و وسیع می باشد و هر کس در آن
دسترسی پیدا کردن نمیتواند، استادای بزرگ باید باشد که آن را تحقیق و بررسی کنند تا بتوانند یک علم را به عرض برسانند. باز من کتاب اربعین نوایی صاحب رحمت الله علیه را که مطالعه کردم چل حدیثش و در او دیدم که بسیار مسائل زیبا و ارزنده است. باز و هم کسی که چل حدیث را به شخص برسانه، به مردم برسانه، از شفاعت پیامبر اسلام محروم نمیشه صلی الله علیه و سلم. به می خاطر باز ما کتاب حدیث و تعلیم قرآنی را نشته کردم و اسلام بدین معنوی و مغز بوده نمیتونه، باید از یک منبع و مغز گرفته شوه. باز ما گفتم احادیث صحیح را جمع آوری کنم که هم از شفاعت پیامبر اسلام محروم نشم و هم احادیث گلچین و احادیث بسیار مهم و ارزنده باشد در زندگی روزمره انسان ها که احادیث بشنوند، بخوانند و عمل کرده و احادیث گوهربار شما در قالب شعر آوردین بیان کردین؟ نه، احادیث در قالب مقاله، در قالب مقاله. یعنی که معلوم میشه شما در رسه نصر هم شما مقالات نشر کردین؟ در رسه نصر هم مقالات نشر کردین؟ در واقع همی بود؟ بله، در رسه نصر نشر کردیم، خود نصر به انواع مختلف است. نصر صادر نشته کردیم، ما سی نصر صادر رو میتونیم به مقالام بگیریم تا که برزه بزرگترش یا کاملترش نرسید نصر گفتم و نمیتوانیم. هر وقت با نصر مستجی رسید باز من براتون میگم که در قالب نصر هم نیز نشته کردیم. ترانه های بهترینتون از چی موضوعات بس میگنه؟ ترانه بهترین زیبایی را بالایش انتخاب کردین. ترانه های بهترین، ترانه بهترین کتاب شما شامل چی مسائل موضوعات میشه؟ شامل مسائل کودکانه است، نوجوانان است، از جوانان است. امید اشتکات کودکا که زیاد ترانه خانی را دوست دارن، به ترانه خواندن، به شعرهای کودکانه بسیار علاقه دارن، چسب دارن و این شعرها و این ترانه باعث میشه که آنها رشد کنن، سعی و تلاش کنن تا دست خود درستتر بخونن. این شعرها یک مزه دیگه داره که وقتی کودکایی را میخونن به موضوعی که در شعر یا در ترانه وجود داره آن فکرشان به او مشغول میشه، باز درباره اون موضوع جستجو میکنن، دیگر اشعار و ترانه از اون موضوع به وجود میارن، یا کتاب دوباره مطالعه میکنن، یا او را به پدر مادر و کودکان و مکاتب خود که برز میرسانن جراتشان هم بالا میره و جراتشان هم که بالا رفت کوشش میکنن خودشان هم نیست که یک نویسنده و یک شاعر شوند. به این خاطر مترنای بهترینه که شعرهای کودکانه است، شعرهای درباره اخلاق، در هر روزمره کودکا و نوجوان است. مثلا احترام پدر مادر، احترام استاد، مکتب، مادر، پدر، کم احترام پدر مادر و مکتب و معلم ها بفهمن و هم جرات پیدا کنن و هم بتانند دیگر کتاب ها را مطالعه کنن. سلامت باشند، تشکر. زنده باش، تشکر. بینندگان عزیز یک وقفه کوتاه میگیریم و زود برمیگردیم. به ادامه برنامه خوش آمدید. میمون عزیز ما هستن، جوان مبتکر و نویسنده شهرام افضلی. شهرام جان عزیز، یک کتاب شما جنگ افغانستان و منافع دشمنان، این کتابتون هم حتما در قالب نظم یا شعر سروده شده است؟ بله، قالب نظم سروده شده. در این کتاب شما چی قضایا را به بررسی گرفتین؟ این کتاب شما شامل چی موضوعات و مسائل می شود؟ این کتاب چون دیدم که اوضاع کشور نابسامان است، بحران کشور در حال بحران است، وضعیت ها خراب است، خواستم که می اوضاع سیاسی کشور را به درستی بیان کنم که از چی قبیل است، با چی کسی باید انسان اعتماد کرد و کشور چه قسم آباد میشه. به می خاطر من دیدم که می جنگ افغانستان که قدر گیروبار و انتحار و انفجار از جنگ و جدال است، کلش منافع دشمن ها میبرند. هر کشور در اینجا مداخله داره، هر کشور به خاطر منافع خود اینجا جنگ برا مندازه تا مردم بیچاره ما را شهید و شهید کنه، در بدر کنه و از بین ببره و خودش فایده ببره. ما خواستم که به مردم، به دولت، به امی کشورهای بیگانه، به بین الملل و تمام امی اقتصاد کشورها برسانم که جنگی که در افغانستان جریان داره منافع دشمنان میباشه. باز دمی کتاب خود ما از انتحار، از انفجار، از گروه های تروریستی، از احزاب سیاسی، از جنگ جدال پرداختیم که چه قسم جنگ جدال به وجود میره و چه قسم از بین میره و صلح چی است. صلح تا که انسان تلاش نکنه صلح نبیاره، هیچ وقت صلح آوردنی نیست. صلح وقتی میره که آدم با پیکار صلح بیاره. مثلا در خود قرآن کریم آمده قصاص در مقابل قصاص. صلح با گپ زدن هیچ وقت به وجود میاد، وقت به وجود میاد که طرف مقابل گپ قبول کنه و سر مواده خود پایبند باشه و پیمانه و وعده خلافی در پیمان نکنه. به می خاطر ما میبینیم دشمنان ما که یواز با پیمان خود وعده کنن، هر روز کشته میرن جوانان ما را، مردم ما را به قتل رسانده میرن، شهید کده میرن، هیچ پرواهیشم ندارن، هیچ کدام احساسی هم در مقابلش ندارن. حتی در ماه مبارک رمضان هم که
در این ما حتی بالای کفار هم کشتن نارواست، مردم مسلمان که بوجود مسلمان است میکشن و خدا مسلمان هم مینامن. من خطر ما خواستم بگم که فقط را ای است که بتحد شویم، من بسته شویم، خمپرسی را رها کنیم و یک سال دائمی را به وجود بیاریم، دشمنای خدا نابود بسازیم. یگانه راه حلی است که دشمن نابود بسازیم، هیچ وقت با دشمن سال نمیشه. به این خاطر دشمنان نابود بسازیم و کوشش کنیم که مردم فریب ندهیم. به این خاطر میره کلش در می کتاب جمع آوری کردیم و بیان کردیم و طور شعر که تاثیر خوبتر داشته باشه. شهرام جون عزیز، شما بایس یک جوان افغان، جوان تحصیل کرده و با اندیشه و فکر، چی فکر میکنین عوامل مهم جنگ کشور ما چیست و چی رای حل را برش پیشنهاد میکنین؟ اگر کوتاه جواب بدین. عوامل جنگ 100% 100% است. 50% کس مربوط خود کشور ما میشه، 50% کس مربوط بیگانه میشه. 50% چه قسم؟ مثلا هر کس باید مسئولیت و حق خود در برابر برادر مسلمان خود بدانه. اگر هر کس برادر مسلمان خود احترام کنه، مثلا یک فقیر در خانه وجود داره، بری به او کمک کنی، دستش بگیری و رحمت خدا اندام نازل میشه و خدا اندام رحمت خدا نازل کرده و یک صلح هم بستگی را به وجود میاره. مثلا دولت مردای ما کوشش کنن که نظم جامعه را برقرار بسازن، کمکای که از کشور خارجی میان، مکاتب بسازن، مدارس بسازن. در کشور دار ایتام وجود نداره، دار ایتام بسازن. هر کس که دار ایتام بسازه، مردم که نان بخوره، کوشش میکنه که مسئولیت خود ادا کرده، جنگ و جدال برا نیندازه و هر کس مسئولیت حقش داده شوه، کارا دولت مردا کوشش کنن که جامعه را درست به وجود بیارن، حق بغدارش بسپارن و دولت مرد و 50% کشورهای دیگه هم که در کشور مداخله نکنن، از کشور فاصله بگیرن و یا کوشش کنن که در منافع کشور دخالت کنن، منافع کشور را بازسازی کنن، کشور بهترین میشه. سلامت باشین. شهرام جان، بیشترین پیام‌های شما در قالب ادبیات و شعر سروده شده است. شما در قسمت بیان اندیشه‌تان در قالب شعر از کدام قالب های شعر استفاده کردین؟ به ایمانا که ما یک قالب های کلاسیک داریم، یک قالب های معاصر داریم و شما در این پیام هایتان یا مقالاتتان از کدام قالب شعری بیشتر استفاده کردین و بیشتر متاثر از کدام شاعر بودین؟ در زبان و ادبیات دری، هم در کشورهای خود که زبان دری صحبت میکنن، هم در کشورهای که زبان دری صحبت نمیکنن، در تمام جامعه بین المللی مهمترین شعر که شعر کلاسیک است، چون این از شعرهای از یا بسیار شعرهای قوی و ارزنده بوده و از کلمات بسیار مفهومی، از کلمات بسیار جالب و کلماتی که تحت تاثیر قرار میگیره آدم استفاده شده. و همچنان این شاعرایی که از شعر کلاسیک استفاده کردن، کلش یک دورانای از خود تیر کردین، مثلا دوران جنگ تیر کردین، دوران عشق عاشقی، دوران اخلاق، دوران هر دوران تیر کردین، دوران صحبت کردین. من کتاب از ورق مطالعه کردم، شعر کلاسیک مطالعه کردم، دیدم که بهترین شعر شعر کلاسیک است. شعر نیمیایی سپید یا شعر معاصر که است، آنقدر رایج هم نشده و قدر شعرش هم تاثیر مردم قرار نمیگیره. آیا علاقمند هستین که در آینده در قالب شعر آزاد یا شعر معاصر نیمایی بسرایین؟ کوشش میکنم که کتاب ششم که تحت چاپ است نشتهش کردیم، یک چند ابیات شعرش مونده کورم، کوشش میکنم که تحت شعر سپید یا شعر معاصر در بیارم، چون از این طریق شعرم که سروده شوه مردم یک ذره به شعر سپید و نیمایی هم رو بیارن که از این طریق شعرم آشنا شن و بنویسن. معمولا کسایی که شاعر میشن یا به شعر و شاعری رو میارن، اونا کسی هستن که مقلد هستن، یعنی به این معنا یکی از شعرها در زندگیشون خیلی تاثیر داشته است، یعنی به او خاطر یکی از شعرها را الگوی خود انتخاب کردن. شما بیشتر طوری که صحبت اولتان یاد کردین که بیشتر تحت تاثیر اشعار استاد خلیل الله خلیلی مرحوم قرار گرفتین، دیگه کدام شاعر است شعرشان شما؟ شعر زیاد را مطالعه کردیم، باز در تحت تاثیر اشعار حافظ شیرازی صاحب زیاد قرار گرفتیم، چون شعرهای از او بسیار پر مفهوم است و حتی شعر از او را کسی معنا کرده نتونسته، با پنام لسان و غیب نیز نامگذاری شهرت یافته و شهرت یافته. به می خاطر من خواستم که شعر از او را تحت تدبر و تفکر قرار بدم که چی معنا میده و از چی ناحیه بحث کرده و موضوعش چیست. شعر از او بسیار ارزنده و بسیار قابل درک است و شعر از او را هر کس هم معناش نمیفهمه، کسی میفهمه که در او رابطه تعلیم دیده باشه و یا دوران تیر کرده باشه، در کشف و الهامات پروردگار قرار گرفته باشه، زیادتر از ناحیه غیر مفهومی یا سر رازی می باشه. افضلی صاحب، طوری که شما می فهمین بیشتر در گذشته های امروز هم شعر و شاعری به محور زن می چرخده، یعنی به این معنا که اکثر بعضی شعرها
بیشتر از توصیف زن پرداختین، از خال و خط و چشم و ابرو پرداختین. چگونه می شود که ما در قالب شعر و ادبیات به غرض اصلاح جامعه بپردازیم و پیام بزرگی را در قالب داشته باشیم فراتر از این قضایا؟ شعر خو از نامش معلوم است که وصف از خیال شاعر است. شعر که از خیال شاعر می باشه، از انگیزه ها و از چیزایی که می بینه، از چیزایی که درک میکنه می باشه. شاعرها معمولا شاعرای کلاسیک بدنه و تقسیم شده که شعرهای عاشقانه و زن می باشن و که هم شعرهای عاشقانه پرهادگار می باشن و نظم جامع و اخلاق است. و کلشان هر کدامشان از خود انگیزه و فکر و خیال خود داشتین. شاعرایی که به محور زن شعر سرودین و انگیزه و اندیشه خود فقط از خود اندیشیدین در رابطه با چیزی که دوست داشتین و محبت داشتین، اما شاعرایی که عاشقان پرهادگار بودین و اصلا شعر هم از خودشان نبوده و استعداد هم از خودشان نبوده، استعداد پرهادگار الهامی برشان عطا کرده من حیثی که به پیامبران معجزه و کتاب عطا کرده تا هدایت بشر قرار بگیره، به اولیای کرام خود، به کسایی که بتونه جامعه را اصلاح کنه، اما تو الهام و شعر عطا کرده. پرهادگار به هر کس به خاطر اصلاح جامعه یک چیز عطا میکنه که از این طریق مردم را هدایت کنه. و میخواد به شعرهایی که نظم جامعه را تعیین کردین، پرهادگار خودش و شعر را برشان عطا کرده، او استعداد و او توانایی را عطا کردین. و وقتی که شعر سرودین هم فایده خود را دیدین، هم فایده جامعه را، و قبل از اینکه فایده خود و جامعه را ببینن اصلاح را مطالعه کردین. رضای پروردگار را مطالعه کردین که رضای پروردگار و حقیقت و فطرت چیست. اصلاح هم که از دین فطرت است. و فطرت را مطالعه کردین که فطرت چی است، مردم چی است، چی کنیم چی نکنیم، بچه آفریده شدیم، هدف ما چی است، در کجا میریم، یا رو مطالعه کردین، مطابق همو درک و احساسات داشتین، به مور به قالب شعر در آوردین. سلامت باشین، لطف کردین. در جمع مقالات و اشعاری که شما سرودین، کدام شعر شما بهترین است و بر شما جالب است؟ میشه که یک چند مصرع از شما بعد دیگلمه بگیرین یا بخونین؟ شعرها همه شعر زیبا میباشد و شعر از تلاش شاعر و از زحمت ها شاعر سروده میشه. خب بازم بعض شعرها دلچسب و نزد آدم نازنین میباشه که زیادتر با گفته شما که سوال کردید که در کدام قالب سروده شده، زیادتر شعرها در قالب غزل و مثنوی سروده شده. آفه. چون مثنوی که است یک شعر دلچسب است، بازم قافیش در مصرع فرق میکنه. و مثنوی مولانا صاحب هم آنقدر یک کتاب بزرگ است که تا در امریکا یک مکتب به نام مولانا شناسی ساخته شده. و می خاطر ما کوشش کردیم شعر خود زودتر در قالب مثنوی در بیارم که ما یک تحفه به رمضان کریم و به شما آوردیم. اجازه تان باشه بخونم. مهربانی فرمین با دل جان مشت سر بر شکل فسردن شما. بسم الله الرحمن الرحیم. مهر تو را به عالم امکان نمی دهم، این گنج پربهاست من ارزان نمی دهم. گر انتخاب و نماز و روزت به من دهند، تلاوت قرآن تو را به جنت و حوران نمی دهم. انشالله. نام تو را ای مای عزیز به نزد هر کس نمی گویم، چون اسم بزرگ است به انسان نمی دهم. می کنم توبه و انابه ز اخلاص در این ما، تا ز سر اخلاص نگیرم جان نمی دهم. ذکر پروردگار وظیفه من باشد همیشه، چون این مای خداست به شیطان نمی دهم. ما را بندگی رحمان بود تاج افتخار، این تاج را به افسر شاهان نمی دهم. دل جایگاه عشق منان باشد نه غیر او، افرین. رمضان ما اجابت است من آسان نمی دهم. ماشاءالله. گر لحظه ز شب قدرت شود نصیب، آن لحظه را به تمام جهان نمی دهم. افضلی آمده اینجا در تلویزیون اصلاح، تبریک گوید رمضان به همه رمضان نمیدهم. تشکر، خیلی شعر زیبا و عالی بودن. شهرام جان عزیز، با توجه به ابتکارات و مقالات کتاب هایی که شما در سن کم در دوره متعلمی نوشتین، چقدر از طرف مسئولین دولتی و خصوص از طرف مکتب شما کلیسه میرزا عبدالقادر بیدل است مورد تشویق و نوازش قرار گرفتین؟ جای تاسف و ناامیدواری همینجاست که هیچ کدام امید، هیچ کدام روحیه از این ناحیه نگرفته. تشویق مادی معنوی حتی تشویق معنوی، یک تشویق ساده که خیر ببینی امیر نشته کردی، با ما افتخار هستی، جوانا را به سوی علم دانش فراخوانی، حتی این تشویق ما نشنیدم. و هنوز کسی واسه که کتاب ما چاپ کنه با دسترس علاقمندان قرار بگیره، ما هیچ کدام کمک مادی هم نمیخوایم. این کتابا که دسترس مردم قرار بگیره، از این ناحیه کمک مادی شو بس که قرار بگیره که نفر خوانده بتونه که بفهمه مهمو کتاب چی است. و ما را کمک کنن در هر لحظه، در هر کتاب
هر موضوع بگن ما برشان کتاب نوشته کده میتونم، هر شعر بگن ما برشان شعر سروده میتونم. اما دولت مردا ثبت وزارت لات فرق وزارت معرف کتابای ما است و هر اداره یک نسخه از کتابای ما داره، اما هیچ کتاب مداره نه ریاست جمهوری نه ریاست فرهنگ مردمی نه وزارت معرف نه وزارت اطلاعات فرهنگ. یک وزارت اطلاعات فرهنگ یک وزیر صاحب یگشت هزار تشویقی داد، اما دیگر ادارات دولتی نه کدام وکیل نه کدام وزیر هیچ کدام کمک مادی و معنوی در رسانه کردند. شهرام جان از لطف کردن شکر. پیام شما در اخیر بر کسایی که کتاب نمیخوانند، بر جوانان خصوصا که یکی از کتاب ها و مقالات شما موضوعش بحث جوانان است، پیام شما چی است برای جوانان امروز کشور ما؟ برای پیام اولتر از همه یکانه رای حل تربیت از اول ارته است، اما باید تحت تربیت پدر مادر قرار بگیردن. از این دوران کودکی را کردم تحت تربیت پدر مادر قرار بگیره به طور اسلامی و مشروع و رزق حلال آدم که همیشه بخوره و تحت تربیت پدر مادر قرار بگیره تا حاجت به مطالعه کتاب هم نیست. خودش به اسلام به مطالعه رو میاره، چون فطرت اسلام رای حل، رای حل جامعه را میفهمه که چی است. یگانه رای حل میفهمه کلمه دانش است. جهان کفر که با وجود که مادیات پرست است، اما اصل مادیات پرست نیست، اصل علم پرست است، ما اصل مادیات پرست هستیم. و خطر که با وجود که به سوی مادیات رو میارن، اما هر روز در تلاش و اختراع کشف یک موضوع هستند. حتی دانشمنده از ما اسلام از ما کده بهتر میفهمن. اینجا دکترای ما که اسلام دکترا گرفتن چینه دانشمنده از ما مطالعه ندارن. و می خاطر وا چی کردید؟ ما فهمیدیم که رای حل در اسلام است. قانون حضرت عمر صاحب قانون اسلام در جامعه خود وقت تطبیق ساختین، نه ما. و می خاطر اول تر از همه تحت تربیت والدین قرار بگیره جوانا، بعد از او که کلان شد در مکتب که شامل شد، مکتب تحت نظام شریعت اسلامی قرار بگیره، درست رایه شوه. اخلاق اول تر از همه اخلاق که درست که رایه شوه، همگی داره اخلاق نیکو که باشه. اما جوان هم میگه که ای که خوش اخلاقی میگنه، ای که وسایل به دانش رفته و قدر تشویق میشه، ما چرا میکار نکنم؟ وقتی که جوان تشویق میشه، خود جوان هم میگه ای که از علم دانش ما تشویق نشد، ما چرا به علم دانش رو بیارم؟ سلامت باشین شهرام جان افضلی، لطف کردین که برنامه تشریف آوردین. با امید موفقیت های هرچی مزیدتان. بینندگان عزیز برنامه کتاب، داشته های برنامه ای هفته ما در همین جا به پایان میرسد. تا برنامه بعدی که انشاءالله در خدمت شما قرار میگیریم، همه شما را به الله بی‌نیاز بسپاریم. وقت همه شما بخیر. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.